با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان، بیننده برنامه‌های خبری تحلیلی شبکه تلویزیونی ایران فردا هستید که با برگ تازه‌ای از برنامه شامگاهی صفحه یک مروری خواهد داشت بر آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران، منطقه و جهان و همینطور نظرهایی در روزنامه‌های امروز ایران. به روال معمول همه شب نخست نگاهی کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده. لحظه به لحظه تا دو انتخابات پیش روی ایران در اسفند ماه با حملات همه جانبه تندروها به هاشمی رفسنجانی، خبرهایی از رد و تایید صلاحیت‌های مجدد، همینطور نکوداشت واقعه 22 بهمن سال 57 موسوم به انقلاب اسلامی در مطبوعات ایران و تحلیل‌ها حول آغاز استقرار نظام فقها در یکی از بزرگترین کشور منطقه خاورمیانه، تازه‌هایی از آخرین محاکمه بابک زنجانی با درخواست حکم اعدام برای این متهم مافیای نفتی با عنوان پیشینی بسیجی اقتصادی و بازتاب اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در پاسخ به محافل تخریبگر و منتقد به این وزیر کابینه روحانی، در عرصه منطقه‌ای کماکان بحران سوریه، فاجعه پناهجویی و راه حل روسی از سوی لاواروف و تشدید بحران‌های قومی در ترکیه با سرکوب کردهای این کشور از یک سو و همزمان احضار سفیر آمریکا در آنکارا به وزارت خارجه ترکیه و اعتراض به سفیر نسبت به حمایت از احزاب کردی، اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 21 بهمن ماه ایرانی برابر با 10 فوریه سال 2016 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا بازخوانی مشروع مطالب منتخب، خبرها و نظرها از مطبوعات امروز ایران با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. با درودی دوباره همینک و در بخش نخست برنامه امشب با چند خبر کوتاه برنامه بررسی مطبوعات رو میگوشیم. خبرها حول انتخابات بر صدر مسائل و موضوعات خبری جای دارد. در تازه ترین گزارش های منتشره پس از اعلام تایید صلاحیت 51% نامزدهای پیشتر رد صلاحیت شده، همینک لیست نامزدهای نهایی تایید شده نیز از سوی شورای نگهبان به افراد اعلام شد و منتشر گردید. امروز چهارشنبه خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که بررسی شکایت‌های مربوط به داوطلبان مجلس خبرگان در شورای نگهبان شب گذشته پایان یافته و نتیجه نهایی صبح امروز چهارشنبه به داوطلبان ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری‌های مختلف در ایران از جمله ایسنا، ایرنا و همینطور خبرگزاری صدا و سیما، در بررسی نهایی صلاحیت‌ها تعدادی از داوطلبانی که قبلا تایید صلاحیت شده بودند رد شدند و برخی داوطلبان که پیش از این صلاحیت آنها رد شده بود مورد تایید فقهای شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفتند. هنوز اطلاعی رسمی شورای نگهبان تا لحظه تنظیم خبر انتشار نیافته بود و شمار نهایی نامزدها و همچنین نحوه رد صلاحیت کسانی که قبلا تایید صلاحیت شده بودند کاملا مشخص نیست. هرچند تا لحظه تنظیم خبر هیچ اطلاعی نیز دریافت نکردم مبنی بر رد صلاحیت احتمالی هاشمی رفسنجانی، اما سید حسن خمینی مجددا مورد قهر و کین و غضب شورای فقهای 6 نفره منصوب علی خامنه ای قرار گرفت و رد صلاحیت دوباره شد. از جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی با اشاره به جلسات مختلف رسیدگی به اعتراضهای نامزدهای انتخابات خبرگان اشاره کرده بود که صلاحیت سید حسن خمینی بار دیگر بررسی شد و شورای نگهبان مجدداً رأی به عدم احراز صلاحیت این فقیه جوان و میانسال بیت باقی مانده از خمینی داده است. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از کانال تلگرامی حسن خمینی، به نقل از یکی از نزدیکان بیت جماران، دلایل عدم احراز صلاحیت اعلامی از سوی آن نهاد را استناد به بند بی ماده 3 قانون اعلام کرد که گویا میگوید اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص بدهد احراز نگردید. کلامی
قامز و اعتبار آفرین برای ولایت فقیه در نظام فقها. احمد خاتمی و محمد یزدی و احمد جنتی قدرت استنباط و کشف و شهود لازم برای ولی فقیه رو دارند، اما دیگر حریفان و رقبا خیر. به یاد شعر معروف ملا محسن فیض کاشانی میفتیم که در نقد به قدرت خواهی های فقهای حاکم به گله گفت: این فقیهان که به ظاهر همه اخوان همند، چون به باطن نگری دشمن ایمان همند. و اما روزنامه ها حول هاشمی مطالب زیادی منتشر کرده بودند. در این راستا روزنامه آرمان در حالی که تیتر میزند هاشمی تنها نیست، این فقیه مغضوب سیستم فقها را نشان میدهد که مغموم و مقبون روزگار میگذراند و از دور جدید حمله بی سابقه هتاکان به آیت الله خبر میدهد. آرمان در گزارش اصلی شماره امروز با ذکر نام مثلثی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی در توصیف هاشمی نوشت که بهشتی و مطهری رفتن کولبار بر دوش یار سوم مان، که این عنوان حاوی نکات نهان هم بود که چه بسا وی رو نیز به سرنوشت آن دو مبتلا کنند. در سوی دیگر ماجرا جدال و جنجال در اردوگاه انتخاباتی و اصولگرایان ایرانی کماکان ادامه دارد و گویا از منظر بسیاری از آگاهان سیاسی لیست بسته شده شورای موسوم به ائتلاف اصولگرایان آنچنان بی جاذبه و کم رونق است که موجی از انتقادهای درون گروهی را سبب شد. همون گونه که در برنامه دیشب نیز اشاره کردیم، لیست ائتلاف اصولگرایان به حضور عمده اعضای جبهه پایداری بسته شد که حتی محمود احمدی نژاد نیز پیشتر در انتقادی اعلام کرد که این لیست شکست می‌خورد و اصلاح طلبان علی‌رغم نداشتن نامزد کافی برنده بازی خواهند بود. در این میان در یکی از گزارش‌های روزنامه آرمان به گلایه‌های اصولگرایان از لیست ائتلاف موجود اشاره شد و مدعی گردید که 5 نفر بیشتر از این لیست رأی نمی‌آورند. در این میان روزنامه آفتاب یزد اما هرچند صفحه نخست رو به شعارهای تبلیغاتی برای برگزاری تظاهرات 22 بهمن اختصاص داد و از آن به عنوان روز وحدت یاد کرد، اما در سرمقاله اصلی به موضوع انتخاباتی پرداخت. علیرضا کریمی در یادداشتی به عنوان لیست بی جاذبه به همین موضوع شرکت خواسته آنکه وجود یک دست چهره‌های بدنام و تندروی جبهه پایداری ها که از میزان جذبه حد اقلی هم در این لیست فروکاست. این در حالی است که شخص حداد عادل سرلیست شورای ائتلاف اصولگرایان گفت که کسانی که دلشان می‌سوزد کاری کنند که سبد رأی اصولگرایان شکسته نشود، عجز و لابه و تضرع برای اخذ رأی. ایشان گفت اگر کسی به خاطر خدا به میدان آمده است، تلاش کند مجلس اصولگرا شود. آقای حداد عادل تأکید کرد احمدی نژاد به هیچ وجه در ائتلاف اصولگرایان حضور ندارد و انحراف و فتنه خط قرمز ماست. ادامه می دهیم و ورق می زنیم با سایر مطالب و موضوعات برگزیده در برنامه امشب صفحه 1 و بررسی مطبوعات ایران. حواشی ورزش و انتخابات همواره در ایران و چه بسا سایر نقاط جهان از جمله حواشی و حاشیه هایی است که گروه هایی را نیز درگیر ماجراهای جانبی می کند. در این میان روزنامه قانون در گفتگویی با آرش میر اسماعیلی از ورزشکاران نامی ایران در حوزه رزمی از خرم‌آباد لرستان به ماجرای رد صلاحیت شدن این جوان ورزشکار پرداخت. بر اساس گزارش قانون، آرش میر اسماعیلی در گفتگویی که با این روزنامه نزدیک به طیف تحول‌خواهان انجام داد گفت همه از رد صلاحیت هم تعجب می کنند. قانون در خبر کوتاه اشاره کرد که آرش میر اسماعیلی جدوکار سابق در انتخابات مجلس شرکت کرده بود رد صلاحیت شد. نکته جالب اما وقت اتفاق افتاد که این ورزشکار عکسی رو بدون شهر در اینستاگرامش منتشر کرد، عکسی که میر اسماعیلی رو در کنار رهبر ایران نشان میدهد و در کنارش نوشته شده بود رد صلاحیت به کدامین گناه. این عکس واکنش‌های زیادی رو نیز در فضای مجازی در پی داشت. ملی پوش سابق جودوی ایران میگوید دلیل رد صلاحیت او عدم اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی است و البته معتقد است هر اتفاقی رخ بدهد از قانون تبعیت خواهد کرد. از ایشان سوال شده بود که تصمیم دارید که اعتراض کنید، اصلا می توانید اعتراض کنید، که جواب داده بود بله من می توانم اعتراض بدهم و در حال پیگیری اعتراضم هستم، چون هم هیئت اجرایی و نظارت تایید کرده اند اعتراضم را دادم و در حال پیگیری آن هستم.
سوال شده بود دلیل رد صلاحیتتان را اعلام کرده اند که پاسخ می دهد بله به خاطر ماده 28 عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شده ام. و خبرنگار از ایشان می پرسد که واقعا شما که مقابل ورزشکار اسرائیل به میدان نرفتید چگونه اعتقاد به نظام ندارید؟ و ایشان هم با ابراز شگفتی اشاره می کند که به هر حال این بند را برای من زده اند. همه هم تعجب می کنند دیگر. من نوعی هم عملا و هم در موارد دیگر ثابت کردم که به اسلام و نظام وفادارم، ولی خب به هر حال تابع قانون هستم و هر چه باشد میپذیرم و تبعیت میکنم. من چون بچه نظامم تابع هستم. مدلی از محاسبه گرایی خردمندانه برای کاهش آسیب های احتمالی. و باز ورود منتقدانه دانشگاهیان برس انتخابات که این بار با انتشار نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برگزار نشدن انتخابات شدند. بر اساس گزارش سامانه خبری کلمه، گروهی از دانشگاهی ایران رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی انتخابات ماه آینده رو مورد انتقاد قرار دادند و با امضای 296 تن از استادان دانشگاه‌های ایران خطاب به حسن روحانی با انتقاد از آنچه که رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات پیش روی خواندند از روحانی خواستند به عنوان کسی که برای صیانت از قانون سوگند یاد کرد زمینه برگزاری انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کنند. این اساتید دانشگاه هشدار دادند که برگزار شدن چنین انتخاباتی باعث کاهش شأن جمهوری اسلامی خواهد شد و اشاره کردند در چنین شرایطی عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن برتری خواهد داشت. ادامه می دهم. بابک زنجانی موسوم به بسیجی اقتصادی که در عهد احمدی نژاد به این نام ملقب گردید، البته با نظریه در واقع پشتیبانی های شخص خامنه‌ای که بر مکتب اقتصاد مقاومتی تأکید داشت و موجب رویش اوباشان و دزدان اقتصادی در ایران گردید، امروز مهمان یک صفحه یک بیشتر روزنامه های پرشمارگان کشور بود. خاصه با عنوان درخواست حکم اعدام از سوی نماینده دادستان برای این متهم نفتی. در این میان روزنامه اعتماد با درج تصویری از این متهم نفتی در دادگاه، در حالی که از شوک شنیدن درخواست حکم اعدام دست بر سر خود میکوبد، از درخواست اعدام متهم نفتی نوشت که نماینده دادستان در آخرین جلسه دادگاه درخواست اشد مجازات را برای بابک زنجانی کرده است. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد در 25 جلسه رسیدگی به پرونده نفتی، نوبت که به نماینده دادستان رسید ماجرا از اول آغاز شد. افساد فلعرض، اتهامی که در کیفرخواست زنجانی نگاشته شد، دیگر بار با درخواست اشد مجازات برای هر سه متهم پرونده نفتی تکرار شد که اعدام برهان و مصداق اشد مجازات در قانون مجازات اسلامی است. کماکان بیننده برنامه شانگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با آخرین خبرها و نظرها برگرفته از منابع مختلف خبری، خاصه مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا، ترکیه و تنش‌های پیش روی. از جمله رویدادهای مورد توجه در مطبوعات ایران نیز بود. از جمله روزنامه افکار به نقل از پوتین، رئیس جمهوری روسیه شرط گذاشت که ترکیه باید قدم اول رو در عادی سازی روابط با روسیه بردارد. این در حالی است که در سوی دیگر ماجرا، پس از کشتار شهروندان کردتبار ترکیه و محکومیت جهانی به این اقدام دولت اردوغان، سفیر آمریکا به وزارت خارجه این کشور احضار شد. در این میان بر اساس گزارش روزنامه‌های منطقه‌ای از جمله حریت ترکیه، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که همونطور که می‌دانید ما حزب اتحاد دموکراتیک خلق‌ها رو یک گروه تروریستی نمی‌دانیم. البته ترکیه این حزب رو تروریستی می‌داند و ما متوجه این مسئله هستیم، اما حتی بهترین دوستان هم بر سر همه مسائل توافق ندارند. روزنامه حریت چاپ ترکیه اشاره کرده بود که از آنجا که مقام های این کشور حزب اتحاد دموکراتیک خلق رو جریانی تروریستی میدانند، وزارت خارجه ترکیه با احضار جان باس سفیر آمریکا در آنکارا نسبت به اظهارات جان کربی اعتراض کرده است. از ترکیه گامی به سوی مرزهای شمالی این کشور دورتر می شویم، به سوریه که گویا در پشت پرده روس ها می کوشند
با ارائه طرحی تازه به بحران این کشور خاتمه دهند. سری میزنین رسانه های روسی به نقل از سرگئی لاواروف وزیر خارجه این کشور نوشتند که روسیه طرحی ملموس برای پایان دادن به بحران سوریه به آمریکا ارائه کرده است. ایشان افزود که واشنگتن نیز در حال بررسی این طرح است. همه خبرهای مربوط به منطقه و خبرهای از این دست رو در برنامه آن سوی خبر خواهید دید و خواهید شنید با شرح تفصیل و جزئیات. من مابقی مطالب برگرفته از روزنامه ها رو ادامه می دهم. بیژن زنگنه وزیر نفت دیگر مهمان ویژه صفحه یک بیشتر روزنامه های امروز بود. از جمله روزنامه ایران ارگان دولت با حالت تدافعی به اظهارات زنگنه پرداخت و از آن به عنوان پاسخ صریح زنگنه به ادعای محافل شایع ساز یاد کرده بود. همچنین روزنامه شرق دو مطلب اصلی شماره امروز رو یکی به وزیر نفت بیژن زنگنی و دیگری به بابک زنجانی متهم محبوس نفتی اختصاص داد. تا جایی که روایت زنگنه از ماجرای تأسیس پتروپارس عنوان اصلی شرق بود که به نقل زنگنه مدعی شد که تا مرز زندان رفتن و در زیر مطلب آن به نقل از بابک زنجانی زندانی نفتی خبر از تقاضای اعدام برای زنجانی داده شد. ایران ارگان دولت از جمله اشاره کرد که محکومیت حدود 50 میلیارد دلاری ایران در داوری کرسنت کذب است به نقل از زنگنه. این مقام ارشد نفتی جمهوری اسلامی گفت که با حفظ الزامات شورای عالی امنیت ملی توضیحاتی درباره قرارداد کرسنت ارائه می کنم. لازم به توضیح است که عمده روزنامه‌های راست افراطی همچون وطن امروز، رسالت و کیهان از مخالفان این وزیر روحانی هستند که گویا پس از افشاگری‌هایش نسبت به تشکیل شدن مافیاهای نفتی و فروش نفت توسط افراد در عهد احمدی نژاد مورد نقد و انتقاد و تخریب گسترده واقع شده است. بر اساس گزارش روزنامه ایران تریبون دولت، زنگنه در بخش دیگری از اظهارات خود نیز گفت که ایران آماده است در مورد شرایط فعلی در بازار جهانی نفت با هر یک از اعضای اوپک از جمله عربستان سعودی نیز به مذاکره بنشیند. سه‌شنبه خبرنگاران از وزیر نفت ایران پرسیده بودند آیا کاهش بهای نفت اوپک امری مدیریت شده است که زنگنه در پاسخ گفته بود این را با قاطعیت نمی‌داند. برخی می‌گویند ظاهرا این امر به دلایل اقتصادی است، ولی برخی دیگر معتقدند بعضی کشورها قیمت نفت را پایین می‌آورند. در همین مورد مقاله‌ای نیز نوشته شده که می‌گوید کشوری بهای نفت را پایین آورده برای آنکه به ایران ضربه بزند. زنگنه در ادامه اشاره کرده بود کشورهایی که آن را پایین می‌آورند بیش از ما آسیب می‌بینند، چرا که ما به نخوردن و سختی عادت داریم. و در وقت باقی مانده سری به کشور همسایه عربی منطقه امارات متحده عربی میزنیم که رشد فزاینده این کشور امیرنشین حتی از چشم روزنامه‌های امروز تهران نیز دور نماند و علی‌رغم حقدها و حسدها و آزردگی‌های این روزها میان جمهوری اسلامی تحت زعامت و رهبری علی خامنه‌ای و برخی از کشورهای عربی همسایه دامنگیر شده است، اما به انعکاس برخی از خبرهای جالب در این کشور رشد یافته منطقه می‌کشند. قانون گزارش داد که دو وزارتخانه خوشبختی و تسامح برای تحقق خوشبختی شهروندان دبی تشکیل می شود. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی و نخست وزیر امارات که از برخی تغییرات ساختاری در حکومت امارات سخن گفت، از جمله از تشکیل دو وزارت خوشبختی و تسامح در این کشور خبر داد. حاکم دبی از تصمیم امارات برای ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر و وسیع‌تر کردن بخش خصوصی نیز خبرهایی ارائه کرد. وزیر امارات متحده عربی همچنین گفت دو وزیر تسامح و خوشبختی در دولت آینده خواهیم داشت که وظیفه اصلی آنها تحقق خوشبختی برای هموطنان و افراد مقیم است و اهداف آنها تثبیت اصل مهم تسامح و برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های خوشبختی و سعادت در جامعه است. و با این خبر از کشور همسایه عربی، تا فردا 22 بهمن ماه ایرانی، این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی می کنم. بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که بلافاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد. تا تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.